عرض سلام خدمت همه عزیزان که نشستن و برنامه گفتگو از شبکه جهانی دریملند تماشا میکنن. اگه یادتون باشه هفته گذشته در خدمت سرکار خانم مهناز پور لطفی بودیم. ایشون اطلاعات وسیع و خیلی جامع و کاملی راجع به سلامت روانی جامعه، مخصوصا جامعه که مهاجرت کرده داخل استرالیا دارن. خیلی خیلی سپاسگزاریم که ایشون تشریف آوردن و ما در خدمتشون بودیم. نخواستیم اون برنامه رو قطع کنیم چون که اطلاعات خیلی زیاد بود و دلمون خواست که بیشتر از حضور ایشون استفاده ببریم. اون قسمت اول برنامه گفتگو که در خدمت ایشون بودیم رو تموم کردیم. الان میریم که باقی گفتگو رو در خدمتشون باشیم. خیلی خیلی سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. خوش به حال ما که شما برنامه ما رو تماشا میکنید. سپاسگزارم. خوش اومدید به برنامه خودتون. بازم سپاسگزارم که با ما همگام و همقدم هستین در برنامه گفتگو. همچنان در خدمت خانم پولوتوی هستیم. ایشون اطلاعات خیلی زی قیمتی راجع به روانشناسی به ما دادن، فوق‌العاده بود. برگردیم به بحث مهاجرت، چون فکر می‌کنم که این یه بحثیه که برای ما همه ایرانیایی که در جامعه استرالیا وارد شدیم یه جوری اینو با گوشت و پوست و خونمون یه جوری احساس کردیم و توی استیجایی هم همه اون ناامیدی، استرس و ناراحتی، غصه از دست دادن فرهنگ قدیمی یا هویت، همین رو داشتیم. یه خورده راجع به مهاجرت و تأثیراتش بر سلامت روانی آدمایی که مهاجرت میکنن میشه توضیح بدین لطفا؟ مهاجرت که همونطور که خودتون میدونین، همونطور که یک تغییر عمده و به اندازه همون شکلش خیلی بزرگه و خیلی وسیع. بله. و توی یکی دو جمله نمیشه اونو تعریف کرد و کسایی که مهاجرت کردن شاید اونو بیشتر درک بکنن. مهاجرت معمولا خب بوده تو گونه های مختلف، بوده تو گونه های حتی ما پرنده ها هم میبینیم که مهاجرت میکنن از این مکانی که حالا به بله برای پیدا کردن موقعیت زندگی بهتر و این که حالا یه مشکلاتی رو داشتن تو اون کشور مبدا که حالا یا اون مشکلات یا سیاسی بوده یا اجتماعی بوده یا نه واسه پرنده ها که نیستش مشکل سیاسی بوده. بله خب ببینیم پرنده ها خب اون مشکل آب و هواییشونه که منجر میشه که اونا کوچ کنن. بله. و انسان ها هم ممکنه حتی خیلی مسائلی رو باعث بشه که اون کوچ کنن، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. یه اون دیگه برمیگرده که اون به اون افراد که چه مسئله با چه مسئله روبرو بودن و بخوان تغییر مکان بدن، حالا برای زندگی بهتر یا شغل یا حتی مهاجرت میتونه حتی توی یه شهر هم اتفاق، توی کشور هم اتفاق بیفته. مثلا شما از یه شهر به یه شهر دیگه مهاجرت بکنید و اینطور نیست که حتما باید از یه کشور به کشور دیگه باشه. کشور به کشور خیلی سیگنیفیکنته. بله. بخاطر اینکه اگه از شهر به شهر بریم فوقش دوستا و فامیل و اون محلت رو از دست میدیم، ولی وقتی که از یه کشور به کشور دیگه سفر میکنیم ما کلن زبان، فرهنگ. یادم میاد که چند هفته پیش اینجا یه برنامه داشتیم در خدمت جناب آقای عابدی بودیم. ایشون یه مثال خیلی خوبی زدن که تمام ایرانیایی که میان وارد کشور جدید میشن وارد مهاجرت، یه شوک فرهنگی بهشون وارد میشه. این شوک فرهنگی چجوری میتونه سلامت روانی این آدم رو تحت تاثیر قرار بذاره؟ خب این شوک فرهنگی اون به خاطر اون به سبب اون ناراحتی شدیدی هست که وقتی که افراد وارد کشور جدید میشن دچار میشن و این ناراحتی حالا به خاطر تغییر فرهنگی که هست و به خاطر اون جابجایی که هست، حتی میتونه این تغییرات آب و هوایی هم جز اون قرار بگیره. یعنی فرهنگ، زبان و علائمی که میتونه داشته باشه استرس، استراب و افسردگی و دست دادن هویت هست.
سرکار خانم پور لطفی، کی این شروع میشه؟ یعنی از همون فرداش که ما پام رو گذاشتیم توی کشور جدید این استرس و اینا شروع میشه؟ خب شاید از قبلم داشته باشه، چون که ما نمیدونیم که اون کشور مرحله ای داره که بدونیم کجا چه مرحله است. خب این دیگه بستگی داره که من اون مهاجرت رو آگاهانه انتخاب کرده باشم یا ناآگاهانه انتخاب کرده باشم. بله، من وقتی که با اطلاعات کامل تصمیم میگیرم که مهاجرت کنم، خب مسلما با مسائلی که روبرو میشم آگاهی دارم و میتونم پذیرشم بیشتر میشه نسبت به اون کشور مقصدم. ولی وقتی که با ناآگاهی صورت بگیره و من فقط میبینم همه دارم مهاجرت میکنم، بذار منم مهاجرت کنم، ولی وقتی که به کشور مقصد میرسه میبینه که نه، همچین چیزی هم نیست، خیلی ساده نیست، و چون که با اطلاعات قبلی هم نیومده ممکنه اون تا بیاد خودشو بده یه خورده زمان ببره و اون مشکلاتش بیشتر باشه. اینطور نیست که کسی مشکلی نداشته باشه، ولی خب بستگی به افراد داره، بستگی به اینکه چطور با اون تغییرات خودشون رو وفق بدن و بیشتر اگه من قبل از اینکه مهاجرت کنم یه آگاهی در مورد کشور مقصد و فرهنگش بدونم، شاید راحت تر بتونم. توصیه عالیه، خیلی عالی. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه بحث، یه گپ خودمونی با سرکار خانم پور لطفی داشتیم. چین اشاره کردم به 4 مرحله ای که بابت مهاجرتی که خیلی به نظر من خوب نیست. میشه لطفاً با بیننده ما شیر کنید؟ خب اکثر روانشناسا مهاجرت رو مراحلی براش تعیین کردن که بعضی اونو 4 مرحله میدونن، بعضی 5 مرحله میدونن، و اولین کسی هم که این مراحل رو، نخستین نویسنده این مراحل رو اشاره کردن بهش، کارلو اوبرت بوده و این که ایشون 5 مرحله رو گفتن که یکی مرحله دوره مؤصل هستش، پس زنی هستش، عقبگرد هستش و بهبود و شوک فرهنگی معکوس. البته اکثرا روی 4 تا تاکید دارن که همون البته متفاوت هست، حالا مراحلش ممکنه از یکی هست ولی ممکنه یه جایی ما مثلا به اون پس زدن رو به ناامیدی بگن، یا اینکه دوره سازگاری یا کنترل و تسلط. بعد وقتی که افراد وارد کشور جدید میشن، خب چون که فرهنگ جدیده و خیلی مسائل دیگه، زبان جدیده و همه چیز جدید هست، خب اول که وارد میشن خب احساس میکنن که خب یه جای خیلی خوب اومدن و همینطوری همه خب اون مردم اطرافشو خیلی بیشتر پذیرایی میکنن و مثل دوره مؤصل میمونه که خیلی زود میگذره. وقتی که گذشت بعد متوجه میشن که نه، یه سری مسائل هست که سخت کنار اومدن باشون، بخصوص برای ایرانی ها، به خاطر که ایرانی های حالت اینو دارن که میخوان سریع به همه چیز برسن و عجله هم داریم، عجله دارن و اینکه احساس ناامیدی میکنن و اون از اون حالت محصل که میاد به مرحله ناامیدی یا همون پس زدن میرسه که این فرهنگ رو پس میزنن و یه عقبگرد میکنن به فرهنگ قبلشون و احساس دلتنگی میکنن. تو اون مرحله است که خیلی حسن تصمیم میگیرن که برگردن و اینکه فکر میکنن اینجا جای اونا نیست و نمیتونن زندگی کنن. ولی کسایی که این مرحله رو خیلی خوب پشت سر بذارن، تو مرحله بعدی میرن که مرحله سازگاری هست، اون فرهنگ جدید رو پذیرفتن و باهاش کنار میان. حالا یه سری اون یه سری از فرهنگ، اون فرهنگ جدید رو میپذیرن و یه سریشو حالا ممکنه انتخاب بکنن، بله، بله، آمیخته بشن اینو، بله، اصلا یادشون بره اون فرهنگ اون یکی رو. خب دیگه تجزیه تحلیل افراد واسه کی داره، من چقدر باید روی این مسئله تجزیه تحلیل کنم، چقدر فرصت به خودم بدم، بله، که بتونم این فرهنگ جدید رو بپذیرم و به این باور برسم که آدمای متفاوت زندگی میکنن، متفاوت فکر میکنن. من انتظار نداشته باشم که اینا توی فرهنگی که اومدم اونا مثل من فکر کنن، دقیقا مثل فرهنگ من فکر کنن، و اگه من این پذیرشم رو بالا ببرم
من فکر میکنم که راحت تر میشه با آرامش بیشتر میشه زندگی کرد. یادم میاد تو همون بحث قبل از برنامه شما یه اشاره خیلی خوب داشتیم، سه دسته آدمایی که میان و فرهنگ جدید رو میگیرن. بعضی هستن گفتین که تو گتوی خودشون میمونن و سعی میکنن که اون فرهنگ جدید رو پس بزنن. بعضی هستن که میان و راحت آمیخته میشن، فرهنگ گذشتهشون به سادگی فراموش کنن و فرهنگ جدید میگیرن. بعضی هستن که خیلی خوب ادپته میشن، هنوز هویت خودشون نگه میدارن ولی با رنگ و بوی و فرهنگ جدید خیلی راحت آمیخته میشن و آرامش میرسن. کدوم از این سه دسته میتونن سلامت روانی بهتر و آرامش بهتری داشته باشن؟ بله، طبیعتاً اون دسته سوم که میتونن فرهنگ یه زمینی فرهنگی که دارن رو حفظ کنن و با فرهنگ جدیدی رو که بهش وارد شدن پذیرشش رو داشته باشن و اون چیزایی رو که فکر میکنن که میتونن جذب کنن و هماهنگ کنن طبیعتاً اینا مرفه میکنم. توصیه‌تون چیه که چجوری میشه جزء دسته سوم بود؟ نه فراموش بکنیم که کی بودیم، از کجا آمدیم، نه اینکه اصلا بگیم آقا اصلا فرهنگ استرالیا و اینا رو دوست نشید فقط بریم بله نه، ما باید به دیده باز و مثبت بهش نگاه کنیم و ضد فرهنگ اونا کار انجام ندیم، کاری نکنیم و پذیرش داشته باشیم. ما این که اومدیم توی فرهنگ اینا دقیقا. و هر چقدر که ما وارد فرهنگی میشیم که پذیرشمون بیشتر باشه نسبت به اون فرهنگ، به نظر من راحت تر میشه زندگی کرد و تطابق داد حالت جدید با گذشته. خیلی خوب. اون یه مرحله‌ای هم که من اشاره کردم بهش که فرهنگی معکوس، یه وقتایی می‌بینی که ما اینجا وقتی که زندگی می‌کنیم، وقتی برمیگردیم به ایران، دوباره اون شوک فرهنگی به ما دست میده. اتفاق افتاده میدونه. بله، به خاطر اینکه ما اینجا حالا یه سری مسائل رو حالا باهاش آشنا شدیم، عادت کردیم، حالا فکر می‌کنیم که خیلی نرمال هست. وقتی برمیگردیم ایران، می‌بینیم حالا یا خیلی چیزا عوض شده یا خیلی تغییراتی ایجاد شده و اونم دوباره ما یه حالت یه شوک فرهنگی معکوس رو اونجا تجربه میکنیم. چه جوره؟ میخواین یه چیزی اضافه کنید؟ چیزی هست که از قلم افتاده باشه راجع به مهاجرت یا راجع به سلامت روانی دلتون بخواد که خودتون اضافه کنید و با بینندگان ما شیر بکنید؟ بله، من فکر میکنم که در مورد مهاجرت حتما کسی که قصد داره که مهاجرت کنه حتما با اطلاعات آگاهی و بدونه برای چی داره مهاجرت میکنه، بدونه که یه سری مسائل هست که باید اونجا باهاش روبرو بشه. خیلی آسون نیست. خیلی آسون نیست و با اطلاعات کامل و پیشبینی های لازم قدم توی راه مهاجرت بذاره و اگه احساس کرد که توی این مراحل حالا دچار ناامیدی شده و دچار افسردگی شده، غم و اندوه وجودش رو فرا گرفته، حتما به یک متخصص روانشناس مراجعه کنه و خیلی بله خیلی ساده نگیره. خیلی هم عالی. یه خود بحث راجع به انزایتی و دپرشن شد، دلم میخواد بگم که من تو دو سه هفته پیش داشتم صحبت میکردم و گفتم که قدیم ترا ما میتونستیم از حال همدیگه با خبر بشیم، چون که شبکه ها اجتماعی و اینترنت و این وسایل مخابراتی اینقدر نبود. یادم میاد که ما زمانهای بیشتری رو با هم میگذروندیم و این دلیل خیلی میتونستیم با هم گپ بزنیم، راجع به آگاهی و اطلاعات میتونستیم با هم یه گپ خودمونی داشته باشیم، چش تو چش، فیس تو فیس، و از حال هم دیگه با خبر باشیم. اگر کسی از افراد خانواده یا دوستان ما یا همکاران ما میدیدیم که این آدم دیگه مثل سابق سر حال نیست، اینجوری نیست که مثلا بگو بخند باشه،
چون که وقت باش صرف میکردیم، میدونستیم قبلا چجوری الان چجوری. آیا شما معتقدی که زندگی امروز ما که الان خیلی ماتریالیستیک شده، خیلی پر از های و هوی و فرصت طلبی و سر صدا است، همه به دنبال اینن که زندگی مود روز درست کنن، مثلا یادشون میده دور اطرافشون کیا زندگی میکنن، آیا معتقدید که این رو سلامت روانی جامعه هم تاثیر میذاره؟ مسلماً تاثیرگذار هست. تاثیرگذار خوب یا خب ممکنه ببینین باشه یا ممکنه نمیشه؟ ببینین خب همه چیز جنبه مثبت و منفی داره و ما نباید اونو خیلی بی رویه از یه چیزی استفاده کنیم. هر چیزی رو یه تعادلی اگه براش قائل باشی، من فکر میکنم نمیتونیم از مدرنیته عقب بیفتیم، نه اینکه از روابط اجتماعیمون. و همونطور که میدونین اون روابط اجتماعی هم خود به نوبه خودش میتونه تاثیر مستقیم بذاره روی زندگی ما. و اگه ما بتونیم یه طوری منیج کنیم، یه طوری مدیریت کنیم که هر چیزی رو تعادلش رو حفظ کنیم، بله، اون خیلی میتونه مؤثر باشه روی زندگی، حتی سلامت روان ما. درست. ما اگه بیش از اندازه بخوابیم سلامت روان ما در خطره. بله. بیش از اندازه رابطه برقرار کنیم سلامت اون روابط اجتماعی در خطره. بله. اگه کمتر باشه در خطره. پس بهتره که اون تعادل حفظ بشه همیشه، روابط تعادل داشته باشه، نه زیاد نه کم، اون حالا اون ارتباطات فیسبوکی تعادل داشته باشه. درسته. این حرف درستی که میگن سرتون از موبایل در بیارین، هم دیگر رو نگاه کنین. بله. به هم تکست نزنین، حرف بزنین. بله. فقط لایک نکنین احوال کسی رو، واقعا برین احوال کسی رو پرسین. بله. این جمله درستیه. ببینین خب همه چیز رو آدم که نمیتونه با تکست درد دل کردن با تکس من میکنم خیلی خیلی. ولی امروزه چون دنیا که ما اینقدر سرمون شلوغه وقت نداریم برای کسی، شاید بهترین کار بشه هر کسی حالش خوب نیست میمیسه مثلا تو فیسبوکش پست میذاره یا نه امروز من اصلا سر حال نیستم، همه لایک میکنم برای اینکه مثلا میپرسن چی شده. بله. بله. خب میتونه یه زمینی باشه، ولی من فکر میکنم که اون روابط اجتماعی نمیتونه جای خودشو به تکس. بله. قبول دارین که از رابطه های چشم چشم و فیس تو فیس زمانهایی که با هم بیشتر میگذروندیم کم شده؟ بله. بیشتر الان همش بدو بدوه و بعد خیلی از ناامیدی‌ها توی جامعه به خاطر اینه که همه دنبال طرف ماشین فلان داره، من چرا ندارم، همه خونه فلان دارم، ما چرا نداشته باشیم. من فکر میکنم تو جامعه ایرانی بیشتر این دیده میشه. الان شما خودتون توی استرالیا اگه ببینین، خیلی از افرادی که استرالیایی هستن یا اون یا فرهنگای متفاوتی که اینجا زندگی میکنن، کمتر میبینین که رقابت منفی بکنن. بله. تو جامعه ایرانی من فکر میکنم بیشتر دیده میشه. حالا نمیدونم حالا بر چه اساسی، حالا باید تحقیقات وسیع بشه توی زمینه که چرا به این سمت حالا رفتن. تو ایران هم واقعا همینجوری، حالا نه فقط تو استرالیا، دیدم که اگه همین شبکه های اجتماعی رو نگاه کنی، این که خونه بهتر داشتن. بله. اصلا یه همه عکس میگیرن و میذارن اینستاگرامشون رو فنسن، مود روز شده. بله. که شوآف کنن. خب این دیگه من فکر میکنم که نیاز به تحقیقات وسیع داره که حالا روانشناسا یا جامعه شناسا دور هم جمع بشن، یه تحقیقاتی صورت بدن تو این زمینه و یه راهکاری هم ارائه بدن. این حرف گزافی اگه من بگم که شاید به خاطر همین همچشمی هاست که خیلی از ما هم از ایران مهاجرت کردیم اومدیم اینجا. من. چون که اسمش خارج بوده. من. شاید مثلا اینجا راحت تر زندگی کنین، ولی اومدن اینجا و خب همون فرهنگ خوردن و ناامید شدن و اذیت شدن. این درسته واقعا؟ خب ببینین چون حرفی که من میزنم یه حرف آدم معمولیه. من. شما خب به حال متخصص رو بیشتر میدونید. ببینین خیلی با همون فرهنگ وارد اینجا میشن. بله. متاسفانه من فکر میکنم که خیلی و میخوان همون فرهنگی که حالا خیلی هم اومدن که اینجا خب راحت باشن، راحت بدون دغدغه این که حالا مدل ماشینشون چی هست و درسته. بدون
اون چشم و همچشمی، ولی متاسفانه اینجا هم شاهد این مسائل هستیم به خاطر که اون افکار ما از اونجا آوردیم اینجا. درسته. و اینجا رو هم میبینیم ولی نمیخوایم اون افکار رو تغییر بدیم. درسته. و حالا شاید نهادینه شده، شاید چون که بله. حالا شاید بچه ها کسایی که حالا در سن پایین تر مهاجرت میکنن اونا شاید تغییر پذیرتر باشن، ولی بله. اون کسایی که در سن بالا مهاجرت میکنن خب تغییرات رو کمتر میپذیرن و کمتر خودشون رو من یه پرانتز باز کنم. الان شما راجع به اونایی که کم سن و سال ترن و بچه هایی که مهاجرت کردن، دپرشن و انزایتی سن خاصی داره؟ یعنی فقط برای آدم بزرگ اتفاق میفته؟ و بچه ها ممکنه سلامتی روانشون به خطر بیفته؟ بچه ها هم در معرض خطر افسردگی و استرس هستن، شاید هم بیشتر باشن. اونم علامش بله. بزرگتر است؟ بله، علائم مشابهی رو داره. و اینکه این مهاجرت میتونه تأثیر روی تک تک افراد بذاره، یعنی اینکه نه اینکه ممکنه روی بچه ها روی بزرگ سالها و اولی متفاوت و بشیوه های متفاوت باشه. حالا یه بچه ممکن با پرخاشگری نشون بده، با بدرفتاری با خانواده نشون بده، با درخواست های غیر واقع بینانه نشون بده و اینا همه میتونه زمینی برای افسردگی. خصوصیتون برای خانواده ایرانی چیه؟ که خود آرامش داشته باشن، یا اگر احساس میکنن که این آرامش به هم خورده چجوری این آرامش رو دوباره برگردن به خانواده؟ من فکر میکنم که خانواده ها باید به خصوص اون پدر و مادر که نقش اساسی رو توی خانواده بازی میکنن خیلی توجه مخصوصی رو معطوف مسائل و مشکلات روانی رو بکنن و اینکه وقتی که علائمی رو میبینن سریع اون ازش نگذرن و بتونن جدی بگیرن و به یه مشاور یا روانپزشک یا روانشناس. هیچ ایرادی هم نداره کسی روانشناس بره؟ نه، اصلا ایرادی نداره. اگه من بدونم که سلامت خانوادم حفظ میشه خیلی مهمتره تا اینکه چی فکر میکنن چی میخوان فکر کنن. سلامت یعنی در وهله اول سلامت روانی و سلامت خانواده مهم باید باشه. خیلی سپاسگزارم. خیلی بحث طولانیه، میدونم که شاخه های خیلی زیادی هم داره، اگه واردش بشیم خیلی جمع کردن سخته. فعلا فقط در سطح اطلاع رسانی که اولا یه چراغی روشن کرده باشیم، یه اطلاعی داده باشیم که خود مردم حواسشون جمع‌تر باشه، از خود من تا بقیه. این که اولا برگردیم اونجا مشاوره یه روانشناس یا دیدن یه روانکاو هیچ ایرادی نداره. حتما نباید آدم دستش بشکنه یا جای آدم خون بیاد که آدم بدونه باید دکتر بره. باید جدی گرفته بشه این مسائل و این ممکنه در بچه های کوچیک ما تا آدم های بزرگتر اتفاق بفته. همونطور گفتیم ممکنه خیلی خطرناک باشه و توصیه شما به همه، مخصوصا اونایی که مثل ماها مهاجرت کردن و این همه به قول معروف رنج و غم از دست دادن اون فرهنگ یا اون جایی که زندگی میکردیم و داشتیم، اینه که ما همه در خطر، ریسک این هست که به قول معروف دپرس بشیم یا افسرده بشیم یا ناامید بشیم. پس خوبه که چون کلیدش اینه که آگاهی داشته باشیم، بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر دقت کنیم، حواسمون به دور و بریا باشه و به متخصص مراجعه کنیم. درسته؟ بله حتما. من توصیه میکنم که اگه علائمی در خانواده دیده میشه که باعث برهم زدن آرامش خانواده هست، حتما به یک مشاور و یا یک روانشناس مراجعه کنند و درمان های لازم رو و پیشنهادات لازم رو از یک متخصص بگیرن. من فکر کنم خیلی بهتر هست. بسیار عالی. سرکار خانم پور لطفی، بازم سپاسگزارم. میدونم که الان همه بینندگان ما یک عالم سوال تو ذهنشون هست، همونطور که من الان خودم یه عالم لیست اینجا تهیه کردم و میدونم که توی یه برنامه کوتاه مثل برنامه گفتگو هم نمیشه اینا رو جا داد.
دلم میخواد که از شما یه قولی بگیریم که توی برنامه های دیگه خودتون یه سری موضوعات رو چون خیلی ما گذرا بود و خیلی اونا رو تیتروار همه رو خوندیم و رفتیم که شما خودتون بیان بهش بپردازین و این اطلاع رسانی فکر میکنم خیلی کمک بکنه، چون یکی از مسائلیه که آمار و رقم نداره تو جامعه، چون مثلا اگر کسی آنفولانزا بیاد همه معلوم میشه که چه اتفاقه، ولی یه جامعه‌ای که مثلا جامعه ایرانی که مهاجرت کرده علائمش درش هست ولی کسی اینا رو تشخیص نمیده، یا یه نفر مثل خود من اگر یه روزی ناامید بشم یا افسرده بشم به خودم میگم بابا درست میشه، خودم دنبالشو نگرفتم. پس خوبه که شما یه قول به ما بدین که خودتون تو این برنامه موضوع مهم انتخاب بکنید و بیاین راجعش صحبت کنید. بله خواهش میکنم. قولو داریم دیگه. بسیار خواهش میکنم. یه حرف آخری هست که با بینندگان بزنیم و بحث جمعش کنیم. خواهش میکنم. خیلی مجددا تشکر میکنم. باعث افتخار بود خانم. بعد با امید سلامت جامعه ایران. حتما حتما همینطوره. بینندگان عزیز خیلی ممنون، بازم سپاسگزاریم، همیشه به ما لطف داشتین با همه مسیجاتون، با پیغامایی که برای ما فرستادید چه به صورت ایمیل یا توی فیسبوک شبکه جهانی دریملند، خیلی خیلی لطف دارین. این برنامه متعلق به خود شماست، همچنان ما رو همیاری بکنید، هم قدم باشید با ما. دوباره تشکر میکنم از سرکار خانم پول لطفی، امیدوارم که در یک برنامه دیگه با یه موضوع جدید خدمتتون برسیم. شاد و خرم باشید، همیشه آرامش داشته باشین، خوب باشین، خدا نگهدارتون.